آمریکا با انتشار اطلاعات جدیدی درباره کرونا خواستار پاسخگویی چین شد. آمریکا افراد و شرکت‌های جدیدی را در ارتباط با کشتیرانی ایران تحریم کرد. ترامپ کاخ سفید را در همان روز مراسم تحریف جو بایدن ترک می‌کند. پنتاگون تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش یافت. روحانی راهپیمایی 22 بهمن نمادین خواهد بود. درود همراهان. ضمن قدردانی از اینکه ما را انتخاب کردید، لطفاً ما را دنبال کنید. لایک های شما به بهتر دیده شدن این ویدیو کمک می‌کند. توجه شما را به ادامه این خبر دعوت می‌کنیم. همزمان با ورود کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ووهان، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا شامگاه جمعه 15 ژانویه 2021 مجدداً دولت چین را به پنهانکاری در زمینه سرمنشأ حقیقی ویروس جدید کرونا متهم کرد. به گزارش خبرگزاری، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن اشاره به انتشار بیماری‌های مشابه کووید 19 در میان کارکنان یکی از انستیتوهای ویروس شناسی در پاییز سال 2019 در ووهان چین که ویروس جدید کرونا برای اولین بار در آن ظهور کرد، از تیم کارشناسان سازمان جهانی بهداشت خواست تا مقامات پکن را در ارتباط با این اطلاعات جدید تحت فشار قرار داده و پاسخگو کنند. پومپئو گفت که دولت ایالات متحده شواهدی در دست دارد که اعتقاد به اینکه محققان در انستیتوی ویروس شناسی ووهان پیش از تشخیص اولین مورد ابتلا به کرونا در پاییز سال 2019 به بیماری‌های مبتلا بودند که دارای علایمی مطابق با علایم بیماری کووید 19 و دیگر بیماری‌های موسمی شیوع یافته است را به اثبات می‌رساند. پومپئو گفت که اطلاعات جدید در تناقض با ادعاهایی است که میگوید هیچکدام از کارکنان انستیتوی ویروس شناسی ووهان به کووید 19 یا به ویروس مشابه آن مبتلا نشدند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت که چین همچنان به پنهانکاری و از دسترس خارج کردن اطلاعات حیاتی مورد نیاز دانشمندان برای نجات جهان از این ویروس کشنده و بیماری‌های پس از آن ادامه می‌دهد. شایان ذکر است که ویروس کووید 19 برای اولین بار در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و پس از آن به تمام نقاط جهان انتشار یافت و تاکنون باعث فوت بیش از 2 میلیون تن و ابتلای 10 میلیون نفر شد. وزارت خزانه داری آمریکا در روز جمعه 26 دی ماه افراد و شرکت‌های جدیدی را از چین، هنگ کنگ، امارات تا ایران در ارتباط با نقض تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی به لیست سیاه خود اضافه کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد این کشور 7 شرکت و 2 فرد را به خاطر همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. در میان افراد تحریم شده نام محمد رضا خیابانی مدرس رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و حمید رضا عظیمیان مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه دیده می شود. هر دو شرکت یاد شده قبلا توسط آمریکا تحریم شده بودند. به گزارش سایت خزانه داری آمریکا به غیر از این افراد 2 شهروند چینی و 4 نفر از هنگ کنگ به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به لیست سیاه آمریکا اضافه شدند. خزانه داری آمریکا همچنین شرکت‌های ایران ترانسفو و ترانسفورماتور توزیع زنگان را نیز که هر دو در حوزه تولید ترانسفورماتورهای فعال هستند و همراه شرکت تولید فولاد خاص جیانیگان چین و یک شرکت اماراتی در رابطه با ایران تحریم کرد. تحریم‌های جدید ایالات متحده در حالی وضع می‌شود که 5 روز بیشتر به پایان کار دولت باقی نمانده است. آقای ترامپ در 4 سال گذشته رویکردی تهاجمی در قبال ایران اتخاذ کرد و در اردیبهشت 97 از توافق تسلیح 6 قدرت جهانی با تهران خارج شد و تحریم‌های وسیع علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. این تحریم‌ها در 2 سال گذشته باعث تشدید نابسامانی در اقتصاد ایران شده و به افزایش قیمت ارزهای خارجی و انواع کالاهای اساسی دامن زده است، ضمن اینکه تهران را از میلیاردها دلار درآمد نفتی محروم کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، دونالد ترامپ قصد دارد در روز مراسم تحریف جو بایدن واشنگتن را ترک کند. رویترز گزارش داده که ترامپ به احتمال قوی راهی اقامتگاه شخصی خود در فلوریدا خواهد شد. رسانه‌های آمریکا با استناد به منابع آگاه گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد کاخ سفید را در صبح روز برگزاری مراسم تعریف جانشین خود جو بایدن ترک کند، البته با فرش قرمز و برگزاری مراسم وداع با تشریفات نظامی. به گزارش روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری فرانسه و رویترز، ترامپ قصد دارد واشنگتن را از طریق فرودگاه واقع در پایگاه شکاری اندورز ترک کند. رویترز گزارش داده که ترامپ تصمیم گرفته است از آنجا راهی مار ا لاگو اقامتگاه شخصی خود در فلوریدا شود. جیم آکوستا گزارشگر شبکه CNN در کاخ سفید نیز با انتشار پیامی در شبکه توییتر از وداع ترامپ با واشنگتن در بامداد روز 20 ژانویه سخن گفته است.
آکوستا در پیام خود همچنین نوشته است که خدافظی تهران با کاخ سفید با برگزاری مراسمی همراه خواهد بود که به دیارهای تشریفاتی شباهت دارد. با فرش قرمز و تشریفات نظامی، خبرگزاری رویترز با اسناد به گفته‌های منبعی آگاه گزارش داده که مشاوران ترامپ قصد داشتند او را متقاعد کنند که پیش از برگزاری مراسم تحلیف با جو بایدن در کاخ سفید دیدار و خوشامدگویی کند. ترامپ اما این پیشنهاد را رد کرده است. ترامپ در اوایل ماه ژانویه اعلام کرده بود که در مراسم تحلیف بایدن حضور نخواهد یافت. حضور او در این مراسم مطابق سنتی می بود که تاکنون تقریبا همیشه اجرا شده است. البته حضور پرزیدنت ترامپ در برگزاری تحلیف بایدن الزامی نیست. جن ساکی سخنگوی جو بایدن پیش از آن گفته بود که حضور ترامپ در این مراسم از اولویت جو بایدن نیست. ترامپ پنجمین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است که از حضور در مراسم تحلیف جانشین خود خودداری می‌کند. سه مورد در قرن 19 میلادی سالهای 1801، 1929 و 1869 ثبت شده است. آخرین مورد به غیاب ریچارد نیکسون در مراسم تحلیف جانشین او جرالد فورد در سال 1974 میلادی برمیگردد. وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 26 دی اعلام کرد که ارتش این کشور طبق برنامه‌ریزی توانسته است تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را به 2500 نفر کاهش دهد. این اقدام میتواند ناقض مصوبات دو هفته پیش کنگره آمریکا باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این کاهش نیرو اجرای بخش دیگری از توافقات دونالد ترامپ با گروه طالبان برای خروج تمامی سربازان، پرسنل اطلاعاتی و شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکایی از افغانستان تا ماه مه 2021 است. مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان در مراحل مقدماتی است و کاهش نظامیان آمریکایی می‌تواند وضعیت را برای دولت‌های آینده آمریکا پیچیده کند. فرماندهان ارشد نیروهای مسلح آمریکا به تعهد گروه طالبان به صلح اعتماد کامل ندارند، ولی در گذشته اعلام کردند که با 2500 نیرو می توانند ماموریت خود در افغانستان را به خوبی انجام دهند. کریستوفر میلر در آخرین روزهای کارش به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت کاهش نیروها در افغانستان به 2500 نفر گام مهمی در راستای پایان دادن دهه‌های جنگ است. او افزود آمریکا کماکان در موقعیتی است که به طالبان اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان برای ضربه زدن به آمریکا استفاده کند. دونالد ترامپ در ماه نوامبر دستور این مورد جدید از کاهش نیرو در افغانستان را صادر کرد. او روز پنجشنبه 25 دی گفت تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمترین تعداد طی 19 سال اخیر کاهش یافته. صدور دستور کاهش نیروها در نیمه ماه نوامبر از سوی برخی از سیاستمداران آمریکایی به دلیل پیچیده کردن کار دولت آگنده مورد انتقاد قرار گرفت. ولی آقای ترامپ که هیچگاه شکست در انتخابات را نپذیرفته بود، با وجود مخالفت جمهوری‌خواهان کنگره، حاضر نشد در این تصمیم تجدید نظر کند. وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 26 دی اعلام کرد که ارتش این کشور طبق برنامه‌ریزی توانسته است تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را به 2500 نفر کاهش دهد. این اقدام می‌تواند ناقض مصوبات دو هفته پیش کنگره آمریکا باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این کاهش نیرو اجرای بخش دیگری از توافقات دونالد ترامپ با گروه طالبان برای خروج تمامی سربازان، پرسنل اطلاعاتی و شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکایی از افغانستان تا ماه مه 2021 است. مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان در مراحل مقدماتی است و کاهش نظامیان آمریکایی می‌تواند وضعیت را برای دولت‌های آینده آمریکا پیچیده کند. فرماندهان ارشد نیروهای مسلح آمریکا به تعهد گروه طالبان به صلح اعتماد کامل ندارند، ولی در گذشته اعلام کردند که با 2500 نیرو می توانند ماموریت خود در افغانستان را به خوبی انجام دهند. کریستوفر میلر در آخرین روزهای کارش به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت کاهش نیروها در افغانستان به 2500 نفر گام مهمی در راستای پایان دادن دهه‌های جنگ است. او افزود آمریکا کماکان در موقعیتی است که به طالبان اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان برای ضربه زدن به آمریکا استفاده کند. دونالد ترامپ در ماه نوامبر دستور این مورد جدید از کاهش نیرو در افغانستان را صادر کرد. او روز پنجشنبه 25 دی گفت تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمترین تعداد طی 19 سال اخیر کاهش یافته. صدور دستور کاهش نیروها در نیمه ماه نوامبر از سوی برخی از سیاستمداران آمریکایی به دلیل پیچیده کردن کار دولت آگنده مورد انتقاد قرار گرفت. ولی آقای ترامپ که هیچگاه شکست در انتخابات را نپذیرفته بود، با وجود مخالفت جمهوری‌خواهان کنگره، حاضر نشد در این تصمیم تجدید نظر کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز شنبه 16 ژانویه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت
سالگرد پیروزی انقلاب در پیش است. به دلیل شرایطی که داریم با یک وضعیت خاصی راهپیمایی 22 بهمن برگزار خواهد شد و بیشتر نمادین و به صورت خودرویی یا موتوری برگزار می شود که مصوبه این موضوع اعلام می شود. درباره رعایت پروتکل ها در ایام عزاداری فاطمیه اظهار کرد: امیدوارم در ایام فاطمیه در کنار مستحب عزاداری واجب مراعات پروتکل ها را در نظر داشته باشیم. امروز هم حفظ حیات خودمان و هم حفظ حیات دیگران برای ما واجب است. روحانی همچنین درباره برنامه واکسیناسیون افزود: تلاشمان این است بتوانیم واکسیناسیون را آغاز کنیم. واکسنایی که خریداری کردیم ممکن است تا آخر امسال به دست ما برسد. واکسنی هم با کمک کشور دیگر مشترک به اسم پاستور می‌سازیم که آخر بهار در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. واکسن‌های دیگر داخلی دو مورد مجوز تست بالینی گرفتند که دبستان به تدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرند. از اینکه صبورانه تا انتهای ویدیو ما را دنبال کردید سپاسگزارم. تا خبرهای بعدی، خدا نگهدار.